کسه نړیوال مش پر رسمیت نه پیژنې خو الله جل جلاله بیا مش پر رسمیت پیژنې معنی سوره اخلاص یې درې نه سوره اخلاص نه وی فعال نه نه معنی ش خبر ندارم خبر نداری معنی ش ولا نه هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد معنی کلمه را یاد دارین کلمه دارم مثلا لا اله الا الله صلوات مفرست بر محمد و آلش لا اله الا الله محمد رسول الله معنایش بگویم بله خب من رفتم خب اینال که یاد نداری ما مجبور تو را جریمه بسازیم نه چرا جریمه کنی یادم تو سوره نماز یاد داره السلام علیکم وطنداره گل امید دارم که جور و صحتمند و سرحال باشین وسیر بخشی هستم و باز هم در یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار دارم و دوستای عزیز امروز آمدیم به ساحه گلای دواخانه و می خواهیم که از هموطن عزیز ما یک سوال داشته باشم این که سوال ما چی است و ازشان چی میپرسم و آیا جواب داده میتونن و آخر پس تا آخر ویدیو مرا همراه باشین لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره و مرا همراه باشین سلام علیکم برادر عزیز وعلیکم السلام چی حال دارین خوب هستین شما خوب بخیر خیرتی آرام هستین اسمتان نوید از جگر نوید جان چی حال دارین خوب هستین ان شاء الله رسول جرس جگر قری است خوب هستی چطور کار بار خدا مهربان است خوب است ناشکری نمیکنین خوب ما از خود یک سوال دارم بپرس معنای سوره اخلاص یاد داری نه خواندنش چطور ندارم نه یاد ندارین نه خوب سوره اخلاص نمیفهمم نه نه معنایش خبر ندارم خبر نداری؟ معنایش هم در کتاب باشه که یاد داریم بگم اون قدر که ایملا داریم که بگویم خب نه یعنی تفز ندارین معنایش؟ نه نه خب معنایش ها ولا نه معنایش هایت ندارین؟ نه ندارین درست تو معنایش هایت از پیش ما میخوایی؟ بله در این برنامه قرار است که ما معنایش ها باید بفهمیم ما معنایش معذرت میخوایم و دیگر هم بچیم درست کل حال و احد و انا کل حال و احد پویگم اولی نه کل حال و احد الله سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد تحیات الله و صلوات و طیبات و سلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکاته سلام علینا و علی عباد الله اسمعنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسول الله اللهم صل على محمد و لا آل محمد كما صليت على ابراهيم و لا آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و لا آل محمد كما باركت على ابراهيم و لا آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يقينا عذاب النار ما شاء الله ما شاء الله نام خدا خودت اینا یاد داری همه چیزا ونی بولی پویم صورت اخلاص و آنشا بله نه ولی نه میشه که بگوین عزب الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل هو والله احد یو دی الله الله صمد دی بینیاز دی لم يلد ند لدج پیدا ده ولم يولد او ند لدج سوق په زګدل دي لم يكن له كفوا احد يوازي دلر ټول اسمان دي ترجمه یاد نه لرم ترجمه ترجمه را یاد نه نمیفهم نمیفهم یگانگی خداوند به حساب چیز میکنه نه بیان میکنه که نه زاده شده نه زاده کسی است نه فرزند کسی است نه ازلی است و ابدی است خلاصه دیگه چیز زیادش نمیفهم خب بسیار درست معنیش هم معنیش دانه به دانه بگم خب زیاد است خب همون معنیش کم بر ما بگوین بله میگه که قل هو الله احد بگو خداوند یک یکتاست بله الله الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه از کسی زاده شده نه کسی مثلا نور زایده بله او تنها هست و شریک ندارد بله معنای کلمه را یاد دارین؟ کلمه دارم بفرمایید لا اله الا الله محمد رسول الله معنیش معنی لا اله الا الله نشته ده لایق ده بندگی بغیر ده یو الله نه بل څوک محمد رسول الله محمد علیه السلام ده الله رسول و بنده ده معنی کلمه را ولا به سوال نداره الله کلمه را خبر نه کلمه را نمیفهمی کلمه چی لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بله معنیش معنیش مثلا چه رقم معنیش بدری یعنی مثلا لا اله الا الله چی معنا داره
لا اله الا الله محمد رسول الله. مثلا لا اله الا الله صلوات میفرست بر محمد و آلش. من هاش یک یاد ندارم. کلمه شریف لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله یاد دارم. آه بفرمه. لا اله الا الله محمد رسول الله، خداوند بزرگ است و محمد رسول عزیز. خب بله میشه که ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله نشت لایق عبادت الا الله مگر یا ولاده محمد رسول الله. محمد صلی الله در الله بنده و رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. معنایش بگویم. بله خب رفتم. خب واقعا که جناب استاد بگویم که تعداد از هموطن عزیز ما همی مسئله را یاد نداره و گفتنی شما بر از اونا چیز. خب یاد بگیره. یاد بگیره. یاد بگیرن. فرض بالای هر مرد زن. بله نماز خواندن فرض است. به اصطلاح چیزی که با خدا میخوای ارتباط برقرار بکنی بفهمه چی میگین. بله. ولی خب مسئله دینی ماست که باید هر جوان یاد داشته باشه. دلوقتي. باید در کارهای اقناق وقت خود ضایع نکنن، باید یاد بگیرن، از پیش ملا برن، پیش یک برادر کلان خود یا استاد. بعضا بانه میکنن میگن که ما بی سواد هستیم، آیا سواد ربط به دین داره؟ نه هیچ غلط است، سواد هیچ ربط به دین نداره. باید اگه بی سواد باشه با سواد باشه، چیزایی هست که حتمی و ضروری باید آدم یاد داشته باشه. بله با خود طول تو هم زده دیمونگو تاسی باید پرز داده هر سو باید دیمونگو تاسی دیگه معنی زده یاد طول. بله و در پر پی مسلمان باید در واجب ده اینال که یاد نداری ما مجبور تو را جریمه بسازیم. نه چرا جریمه کنی؟ یاد هم تو سوره نماز یاد داره. جریمه چقدر؟ جریمه 1000 افغانی. ندارم. نداری؟ مشکل نیست ان شاء الله. حاضر هستین جریمه بدین؟ مشکل نیست ان شاء الله. خوبه دیگه بد نی. اینال اردی تو نمیجه دفعتن یک جریمه نکنم. جریمه خوبه. خوب است نه؟ 500 خودت خواهی جریمه، 500 خودت جریمه. بسیار گپ نگه. خوبه دیگه دفعه 50 روپیه کار نمی 500 روپیه جریمه. خب دوست عزیز در کنار اعضای امارت اسلامی هستیم، البته از حوزه ششم. قاری صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوب هستین؟ خیر است. خیر دی مننه تسنگ جوړی. سه خبر نه لور تاسو شاس وخم بخیر دی. زنده و سلامت اوسئ. مننه. څنګه ده امنیت؟ څنګه ده امنیت؟ خو الحمدلله ډیر خوندور دی تر دې مهاله پرې. نو کوم وخت چې موږ د امنیت په باره کې وایو نو بیا به د نړیوالو د نور ولس داسې ګومان یا تصور کیږي چې دا دوی خو خپل د نظام خلک دي یا د امنیت خلک دي، نو دوی به خامخا وایي چې امنیت برابر دی. نو موږ تاسې دا غوښتنه کوو چې تاسې ووایاست چې امنیت څنګه دی. تر پخوا دغه امنیت اوس ټینګ دی او تر پخوا دغه نظام دغه اوس اوسنی نظام د پخوا تر نظام ښه او بیا دی او که نه دی؟ نو تاسې په دې باره کې موږ ته جواب راکوی سي. صحیح ده. مشکل خو ما نداریم انشاءالله. دین روز تلاشی آمده بود به خانه ما و بسیار به شکل منظم خانه ما رو تلاشی کرد، همراه ما صحبت کرد و بعد از اینکه دوباره همون تلاشیشان خلاص شد و از ما معذرت خواهی هم کردن اعضای امارت اسلامی، گفت ببخشید که ما یک کمک خانه را بی ترتیب کردیم، تلاشی کردیم، یک معذرت خواهی کردن. الا دی خیر در که اول دا زموږ استی صدای یو پښتنه کو چې تاسو دا زایت مثال دا کابل تر غلی اس بیا په 13 د شپږم یوځه تر غلی اس، خو ان شاء الله الرحمن تر کابل بیا په د نور ولایتو کې په هر ولایت کې امنیت ټینګ دی. ام امنیت ډیر خوندې دی، خو ان شاء الله په کابل کې هم تر دغه اندازې پر امنیت خوندې دی چې د مجاهدینو بغیر له اجازه او یا دغه نظام د خلکو بغیر له اجازه به یو مرغه هم پرواز ونه کی، نه یو مرغه البتایسي چې د مجاهدینو او دغه نظام د خلکو نه خوشه. نو موږ تاسو څخه دا غوښتنه کوو چې تاسو کم کسانان چې د افغانستان د ولس د هیواد خلک یې به هر تکلیل تاسو هغه ته سفرمان لري چې معنی راشي رانسي د نظام خوندور دی نه دی خوندور تاسو پر دې برابر به سوست. خو و بله از ما سوال کردن که آیا کسایی که خارج هستن بر از اونها چی گفتنی دارین؟ گفتنی معنی است که من خو شخصا وطن خود دوست دارم و تا که در توان ما هر چقدر قدرت باشد حاضر هستم که خدمت به هموطن عزیزم و همچنان به ملت خود انجام بدم. و از دوستایم که رفتن اگر امکانات دارن پس دوباره بیان، اما بازم یک مسئله شخصی است که شخصیت خودشان است که اگر خواستن بیاین وطن در خدمتشان، اینمی خانه پدریشان است، وطنشان است، وطن هیچ وقت وطن کس یعنی خارج هیچ وقت وطن ما نمیشه. دیگه خواهش ما همیسته که باید که همیشه وطن خود به مثل مادر دوست داشته باشیم. سمه د لا پک در تر عزیز یې نو چې امنیت ډیر برابر وي، امنیت ډیر خوندي وي، نو بیا به ټوله ولس هم خوشحاله وي، ټوله خلک به هم خوشحاله وي، ټوله منطقې کې به ډیر امنیت هم وي، دا د ولس خلک به ټوله به مراضي هم وي،
کسم نړیوال مش پر رسمیت نه پیژني خو الله جل جلاله به مش پر رسمیت پیژني کم وخت یو سو کاله جل جلاله پر رسمیت و پیژندي نو هغه به هیڅ ته ضرورت نه لري ځکه چې زموږ عمر به یا شپته کاله وي یا به سلويش کاله وي یا به دیرش کاله وي خو موږ ته باید خپل د اخرت په عقل باندې فکر وکړو دا عمر دی ګوري پرتا باندې سوشل کاله عمر خو در باندې تیر شوی ته په پوسه وای په دا شل کاله عمر که شل نور در باندې تیر شي هم نه په پوهیږي نو مثلا موږ ته باید دا غوښتنه د ټوله ولس څخه وکړو د ټوله خلکو څخه وکړو چې خپل د ایزان خپل د ناموس خپل د کورنۍ باید دا د ډیره دفاع وکړي او خپل په ناموس باندې د ډیر تصور یې ګورې ځینې وخت داسې وي چې زموږ وستسې خو الحمدلله پښتانه یي بیا خصوصا افغانان یو خو که څه پښتانه وي که افغانان وي که زرګان وي هر څوک چې وي بالاخره دا خو ټول زموږ وړونه دي ټوله د عمل خلک دي موږ خو فرق نه ورکوو که څوک فرق ورکوي هغه بیا د دې نظام سړی هم نه دی او انشاءالله الرحمن تر اوسه پورې چا فرق هم نه دی ورکړی پر موږ دا فرق نه کوي چې دا یا دغه طالب دی یا پاکستانی دی دغه دی ازاره دی یا ازبک دی یا ترکمن دی یا پلانکی دی یا پښتون دی دا ټول د نظام خلک دي ټوله په ګډو د نظام خدمت کوي نو وسته چې موږ څخه نور کارو خدمت موږ ته لري د مجاهدینو د خلکو د ولس د به ویل چې یا دا ترهګر دي یا دا د پاکستان ډله ده یا بل ده یا بل ده یعنی اوس دلته تس وخت تیر کوي د مجاهدین او د علاقه خلک دا تاسو ته معلوم شو چې دا څنګه خلک دي تاسو خو گزاره وسره وکړل چې دا څنګه د دې ژوند څنګه دی د دې معنا حالات څنګه دی دا وسره کوم خلک دي تاسو ته خو اسمان میږ دي په حق کې چیرې تاسو موږ څخه یو پښتون موږ څخه و تعالی خو ما کوم بد رفتاری یا کوم مشکل نه دیدیم بعد از یان بخیر توقع داریم که همیشه اعضای امارت اسلامی در خدمت وطندارای ما باشه تا ما به شکل درست بتانیم آزادانه برنامه های خود ثبت بکنیم همراه ما همکاری شه و اگر ضرورت میشه امنیت ما گرفته شه همین خواهش ماست سمد علا پکتی خیلی در کنواز مستکم کار و خدمت لری تشکر قاری صاحب مننه یو جان سپاس خدای پامان و چطور که مثلا گفتین که درد دل دارین درد دل شما چیست؟ درد دل ما زمین بیکاری زمین میبینی که روزگار در کجا رسیدنی کار نیست بار نیست آنه مردم به صدا و رقم مشکلات گرفتار نیست بله آه اینه من تانوز هم نان چاشت هم نخوادیم تانوز نان چاشت نخوادیم دو بجام هست آه این بچه ایم هست یک تروز و گگ داره اینجا درست آنه ما خودیم دینجا جوالی گیدی آنه کار دگیریم نامده تانوز دیگه گیدی خوب یا خیر باشه سلامت باشی قربان هستیم سلامت باشید خب دوستای عزیز رسیدیم به پایان برنامه و تشکری میکنم از شما هموطن عزیز که تا این دم با ما همراه بودین و همچنان به خاطر بهبود برنامه میتونین که نظریات مثبتتان با ما شریک بسازین لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره تا برنامه های بعد شما را به خداوند پاک میسپارم شاد و موفق و خرم باشین.